سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو هم چه کویتل تی وی خیلی خوش اومدید به کلاب حواشی دیگه. قرار با هم بررسی کنیم حواشی 9 تا 15 شهریور ماه 1403 رو با هم دیگه ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. اما قبل از هر چیزیاتون باشه حتما کانالو سابسکرایب کنید، اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و به اشتراک بذارید، و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، ببینیم که با همین رپ حواشی رو داشته باشیم. چند روز پیش سجاد شاهی یک موزیک ویدیو منتشر کرد. اولین سوتی که داد تو این هفته این بود که زمانی که میخواست لینک آهنگ جدیدش و موزیک ویدیو جدیدش رو منتشر بکنه از یوتیوب یه اسکرین شات گذاشت که اون زیر داشت وینا گوش میداد. خب همونطور که میدونید توی یک ماه گذشته و همچنین قبلترش یه سری داستانا با ویناک داشته که حالا به اون هم میپردازیم. بعد از این موزیک ویدیو یانگ سادن توی چنل تلگرامش نوشت چرا اینا رو که میارید توی موزیک ویدیو پشتتون وایسن از خودتون کوچیکترن. در جواب یانگ سادن هم سجاد شاهی همچین پستی رو گذاشت که خیلی زود پاک کرد، نوشت تو خودت دوست دختری قربونه راخبی مود، هرس نخورین اولش از کوی بودن حرف نمیزنه، همتون باید بیاید دستبوسی شاه. احتمالاً بعد برن دستبوسی رضا پیشرو. ولی خب بعد از اینها یک سری استوری کاگان گذاشت، اونا رو با هم میبینیم. حواسم به تک تک کس و شعراتون هست. و در آخرش هم یانگ سادن نوشت اگر انقدر پفتلین که به خودتون میگیرین نوش کونتون. با هم دیدیم یک صحبت اینجا میمونه. چندی پیش همین یک ماه و نیم پیش بود که یک سری شایعه ها پخش شد که میگفتن آقای سجاد شاهی رو خف کردن و با چک زدنش و ایشون رفته شکایت کرده. بعضیا کلیم میکردن که کار ما از بکس ویناکینا بگیر تا ممزی. اما داستانی که این مسئله رو فکت میکنه که یکی از بالاخواهای جناب آقای سجاد شاهی که پوری آدرویت باشه توی وایسش در حالی که داشت میپرداخت به ویناک اومد گفت تو انقدر پلشتی که یکی دیگه اومده این بابا رو زده، تو اومدی میگی من زدم. پس این داستان نشون میده که این مسئله هست. خب جناب آقای سجاد شاهی که شما خودت داری میای میگی خون از کونی بودن حرف نمیزنه، آیا گنگستر وقتی خفت میشه و چک میخوره میره شکایت میکنه، یا وقتی یک ریاکشن کار میاد ازش نقد میکنه میره زنگ میزنه به یک تیمی که اینستاگرام ایشون رو ریپورت کنن و اتک بزنن روی چنل یوتیوبشون؟ خودت دقیقاً میدونی دارم راجع به چی صحبت میکنم. آیا این عملکردهای یک گنگستره که آهنگ گنگم میدی زمانی که این داستان اومده؟ شما که از سواد موسیقی صحبت میکنی و اینکه مارکت اونور چه خبر و اینا، آیا این اتفاقا حتی شایعش بیفته تو رپ آمریکا که یکی رفته از یکی شکایت کرده بهش میگن اسنیچ یا نه باز کلیم شاه میکنه؟ شما که انقدر میگی بلدی، ما که بلد نیستیم بیا اینو به ما یاد بده. ولی ما تا جایی که یاد گرفتیم میدونیم که این حرکت خودش مثال بارز اسنیچ بودنه، مخصوصا برای یکی که تو تیمش کسی هست که یکی از اقوامش قاضیه. این خیلی مسئله جالبیه. حالا نمیخواین اینا روشن کنین همچنان شما گنگستری؟ حالا اسم شاهی که اومد یک شاتی داره پخش میشه از منیجرشون که یکی تو دایرکت پرسید آقا چقدر حق فیت، و گفتن 200 میلیون تومان ناقابل. بعد از این اتفاقا که افتاد پوری آدرویت هم یک سری وایس گذاشت که خلاصه‌شو با هم گوش میدیم، حتی تیکه هم به کاگان انداخت. اما نکته جالب و مثبتش اینه که پوری آدرویت که 2 هفته پیش میگفت آقا خیابونی شما دنبال موزیک خوبین، الان میگه حسودی نکنید، موزیک خوب بدید، رپتون رو خوب کنید. به به، چه نکته جالب خوبی. خوبه که پوری آدرویت به این داستان رسیده و موزیک خوبه، امیدواریم که در دستور کار خودش هم باشه. فعلا همین بچه خنده رو داشته باشید تا بعدا. ولی یادتون نره از همون اول گفتم بازی کلا دست بچه های تهرانه، اینو دیگه باید کلتون فرو کنید، چون اول آخر خودتون هم میاید تو همین شهر کاراتون رو میکنید. لباس خریدن بگیر تا کس کردن و نمیدونم کار قوی بستن و این داستان. ما داستانی نداریم با کسی ها، یعنی همیشه دوستشون اتحاده باشه، رفاقته باشه. علی یه سری آدمی که به ناحق حالا یا با خالی بندی با کمک اینو من رسیدم به یه جایگاهی دیگه، نه باید گنده بگوزن که واسه کسی که زاده شده از اون جایگاه. استه شما هم همینه، خودتون گم میکنید، فکر اینو نمیکنید که یه روزی یکی میاد میشاشه تو بازارتون. الان اون روزه است، اون روزه اومده. شبایتون این بود خودتون گم کردید، فکر کردید دیگه بعد شما کسی نمیاد. الان همینه،
الان 4 تا جدید اومده که گاید بازار شما رو، بعد این هم همینه، یعنی 4 تا دیگه میاد بازار همین جدیدا رو میبره. کلا تو آمریکا هم همینه، اینجا که پشم آمریکا هم نمیشه، ولی خب روال اینجوریه. شما دوست دارید مثلا پلتفرم مدیا اینستاگرام رو 3-4 تا تخمه مون 4-5 نفر باشه، ببینید جز خودتون دوست ندارید کسی دیگه مثلا بره رو اکسپلور مدیا بگیره، موزیک قوی ببنده، این تو چونتون بره. آجی انقدر حسود نباشید، مادر جنده بودن خوب نیه. در کلام آخرم بگم کیرم تو دهن اون که خودم خوبتره تو رپ فارسی. بیایید با بیاید هم دیگر ببینیم، انقدر توییت و موییت و تلک ملک رو بشاشید توش. خلاصه آجی رفیق باشید، دوست باشید، کسی هم قرار باشید تو کونش نریم، وسط ماهاییم، ماهایی که قدیمی تریم. والا اون موقعی که خودم میخوندم شما هیچ کدومتون نبودید، مدرسه بود، واسه پزشکی داشتید میخوندید. من که حال کردم همه جا تو برنامه هم گفتم ایول این تخم مرغا با حال میخونم، اون مفکز با حال، سوراخش بده کرد با حال. من حال کردم یعنی حسادت نکردم، ولی شما حاجی تو چونتون نمیره. هر کی میاد مثلا یه ذره ویو میگیره تو چونتون نمیره، میگید نه ما رپ فارس مال ما، چارت مال ما. بابا بیا کیرمو بخورید ناموسن، یکی یکی صف وایسی پشت سرم بیاید کیر منو بخورید. منتظر باشید، منتظر باشید 20 تا دیگه قراره شلیک شه، 20 آرتیست دیگه قراره شلیک شه، بیان کیر کنن تو ویو، نمیدونم اسم و رسمتون و همه چیتون با 20 تا دیگه قراره آرتیست جدید شلیک شه. چوناتون رو قشنگ چرب کنید. اومده میگه خواهیم علی سجادشاهی رو داری میکنی با علی گرامی، کسخل دارم میگم 20 تا دیگه رپر میاد ویو همین علی گرامی و شاهی هم میزنن. شما دنبال این صحبت هایید، ما که اصلا کیرمون هم، ما همه داریم کار خودمون رو میکنیم. یعنی کسی بخواد بخونه ما بگیم چون ما خوندیم شما نباید بخونید، نیایید قوی رو نکنید آقا، نه کار جدید رو نکنید، بیدون ور بابا بذارید درتون رو، کیرم تو اول آخرتون بره. من از شما هم تعریف کردم به موقعش، خیلی از شما هم تعریف کردم، تو هزار تا برنامه نشستم اسمتون اومده گفتم باحالید، خوب میخونید، هنوزم دارم میگم خوب میخونید، قوی میخونید، از من به قرآن قوی تر میخونید، اینو همه میدونن. ولی بحث خیابون میابون این داستانه میاد وسط، سولاخچون تشریف دارید، ول کنید این داستانا رو دیگه، انقدر نیاید بگید. من دنبال نمیدونم این که بخوام الکی یکی تعریف کنم، اون بیسار نیستم داداش، الکی کسی تعریف نمیکنم، دارم میام داداش تو چونتون بره. خواننده های جدید هی میان چپ و راست میان، این فوتبال میمونه، این سینما میمونه، آدمای جدید هی میان، هی میان بازی های بهتر، صدای قشنگتر، هر کی تو هر نقشی دیگه. شما تو کونتون نمیره آجی، فکر میکنید فقط چون خودتون تونستید دیگه هیچی نمیتونه. بابا به مولا شما خیلی ضعیفید، خیلی ضعیفید، یه چیز ساده رو رو کردید، حالا هونده بیاید مخمل پشمش تو شورت منه واسه تون رو میکنم پشماتون برید. آقا الان دارم نگاه میکنم میبینم رو چنل ها زدید تیکه آدروید به نمیدونم روک ها هیپاپولوژی سادن کاغان فلان بسا کاغانو که کاری ندارم، کیرم تو دهن نمایتش اونی چی سادنم، من کاری ندارم داداش، من رفیقم، دارم کلی گفتم، کلی دارم این قصه رو بهتون میگم چون خیلی چیزا دارم میشنوم، خیلی جا دارم توییت میبینم، پست میبینم، حسادت میبینم، حقیقت اینجوری بگم قشنگتره، آره حسادت میبینم. خلاصه بعد من مثلا خودم میومدم یه موقعی یه سری چیزا رو بهتون میگفتم، همش هم واقعی بودا، کیر تو دهن اونی که خالی میبست، همش هم واقعی بود. همه تون میگفتید نمیدونم آدروید دنبال ویوه، دنبال نمیدونم اینه، دنبال اونه، دنبال فلان بیساره. بعد میای میبینی گذر زمان که میگذره میبینی دو نفر دیگه میان بالا، همونا میان خودشون دنبال ویو هن، دنبال انن، دنبال چی هن، دنبال حسادت هن، چی هن، میان شروع میکنن بعد ترکی یه نفر کسچر گفتم. بابا بده واسه همه بده، اگه خوبه واسه همه خوبه. پس یه چیزی رو من میام میگم همه تون 200 انخور من نشید که این کارا رو من خودم 3 پیش میکردم، 2 پیش میکردم، تو هنوز داری میای رو ان من اسکی میری، الان اومدی تلگرام میگیری دستت، به این کوسچر میگی، به اون کوسچر میگی، فکر کردید شدید من بابا به مولد چیر منم نشدید هنو. خودتون سری میای 4 سایت میکنید، تیم میکنید، نمیدونم میرید به اینا آهنگساز میگید واسه آدروید بیت نفرست، میرید به اون مدیا میگید پست نزن، وایس های آدروید رو فوروارد نکنید. بابا زشته به قرآن، زشته، دخترا این کارا رو میکنن، بدتون میاد آجی، بدتون میاد، تو رو ناموستون بدتون میاد. این کارما یو برمیگره تو سولاخ چون خودتون، بازم تو چونتون نمیره. خیلی جا نخواستید خیلیا بیان بالا، رفیقای خودتون آجی، با رفیقای خودتون فیت ندارید. همین شایان رگو 6 منتظر
سروش ورس داره برسونه به اینی. فقط دوست دارید همون 4 5 تا چونی که یهو گنده شده همون چونا بمونن داداش، نمیارید بدید بکنیم این چونا رو، نه خودتون استفاده سالم ازشون میکنید. فقط دوست دارید همه جا بگن آقا اینا چونه اینا گنده است، چونه اینا فقط گنده است. نه داداش گلم، اونجوری که تو فکر میکنی نیست. 4 نفرم که حالا این وسطا میان بالا میگید نشد که آجی، ما راه همه رو بستیم نذاشیم این بیاد بالا، به این چنل گفتیم نزن اصلا این پخش نکن چیزی، به اون آهنگساز گفتیم با این کار نکن. اینا از کجا یهو پیداشون شد ترکوندن، چارت رو گرفتن، مدیا رو گرفتن، اکسپلور رو گرفتن. بابا تو باید حال کنی کسخل، تو باید حال کنی، تو باید بگی ایول میشه مینی، حسود نباشید انقدر بابا، چیرم تو اون دهنتون. چهار تا مثلا یکی مثل خشایار اومد چهار تا پلتفرم رو باب کرد تو مردم، مثلا مردم خود همین رپر ها ریختن روش، پول دارن در میان. خودش الان بدبخ از همه پایین تره مونتی نسبت به خیلی ها پایین تره مینی. بابا بیمعرفتی چونید، ولی خب بیراده ماها میگم، من که خودم بازیمو بلدم، من که کافیه اینجا بگوزم چیرتون تو موزیک، فقط کافیه یه دونه بگوزم واسه تون، واسه هفت فشتون بسته. ولی میگم حسود نباشید، آماده باشید، یعنی قوی کنید خودتونو، برید رپتون رو قوی کنید. اگه دنبال نمیدونم مدیایی، دنبال این که رو صدرت چارت همیشه بمونید، داداش رپتون رو قوی کنید، چارت استایل جدید بیارید، قیافهاتون کج کوله الکی نکنید، آماده باشید واسه رپرهای جدید. 20 تا دیگه قراره بکوبه وسط مارکت، یهو خایهاتون به چسب وسط گلوتون، یعنی یهو خایه به چسب وسط گلوتون. من به جون ناموسم میام دنبال اصلا این صحبت ها نیستم، حرفش میفته میام فقط. من یه آدم میام که یه چیزی تا حرفش نیفته اصلا صداشم در نمیارم. خال زنکا به جون ناموسم، همین خال زنکا رفتن انقدر انخوری کردن، من فیتم با سادنم کنسل شد. چیرتونو اصلا بشاشید توی یک گونی فیت. فقط میخوام بهتون بگم ببینید چقدر ضعیفه این رپ فورس، چقدر مثلا اسکلیه، سیاستاش پشمکیه، چیرم هم نیست. الان شاید اصلا درخواستون فیته بشه خودم قبول نکنم، ولی دارم بهتون میگم ببینید چقدر زیراب زنی هست این وسط، چقدر نمیدونم خال زنکی هست. یارو یه نفر دیگر رو میگایی، اون یه نفر میره میگه با ما این منو گایید، تو هم دیگه ما این صحبت نکن. نمیشه که داداش، نمیشه اینجوری. بعد از پوری آدرویت هم آرش سرطان یک سری وایس گذاشت که نمیدونم مستقیم با کی بود، شاید با یانگ سادن بود که قدیم یه سری داستانا رو با هم داشتن. خلاصه وایس ها رو با هم گوش میدیم. خب من مثل که یه چند وقت فیتیلش خاموش کردم، نشستم یه گوشه فازش گرفتم بعضیا. حرفای خودتون از جانب ما نزنید بابا، حرفایی که میخواید بزنید تو چونتون گیر کرده رو از طرف سرطان نزنید بابا، کیر سرطان تو دهنتون. بله ما یه سال نشستم یه گوشه، اصلا سرمون تو کار خودمون رو با کار کسی کار نداریم. گو چقدر میخورید؟ به قرآن زیرش روشن کنم بعد جمع کنید، کس کمتر بعد جمع کنید، چهار تا کس کیری و چهار تا رپر جقی گو نخورید بابا. خوش آدم جقی نمک نشناس کونی دوره هم جمع شدید ناموسن. حالا نسبت چهار تا خوب. پوری با یک استوری نشون داد که پک های فیلد در حال آماده سازی تموم شده تقریبا، فقط باید جایگذاری بشن و ارسال بشن. دو بار بدقولی شده بود، اما خودش یک وایس داده بود، عذرخواهی کرده بود در مورد اینکه چاپخونه ها اذیت کرده بودن سر اینکه سی دی و مجوز نداشتن. اون بالاخره تقریبا بعد از یک سال قراره که این پک ها برسه به دست مردم. پیش برو زود اینجا جاتی. آقا خیلی مخلصی بچه ها، نسخه های فیزیکی هم بسته‌بندیش داره انجام میشه در نهایت به این شکل. یه عکس تیمی هست که حالا میتونید جداش کنید، قاب بگیرید داشته باشید، یه دستنوشته خودم با امضای یادگاری، عوامل آلبوم و سی دی و حالا چیزای دیگرش. در نهایت هم به این شکل میرسه دستی چشامی دارم. سیناب یک پستی منتشر کرد که در کانال رضا پیشرام شیرش کرد و اینجوری بود، همونطور که میبینید داره عذرخواهی میکنه برای کسایی که آلبوم های یوفو رو خریده بودن یا تو آلبوم های دیگه به مشکل خورده بودن که آلبوم جدید یعنی آسمون براشون ارسال میشه و همچنین میتونن یک سری جوایز رو داشته باشن که بدقولی اینا شده بوده اینجوری جبران بشه. این روحیه هم روحیه جذابیه، دم سیناب گرم بعد از نقدایی که کردیم، به نظر میاد افتاده به فکر جبران این داستانا. امیدواریم که
این فقط قول نباشه و انجام بشه. در رابطه با لایوی هم که قرار بود با سیناب بذاریم، یه کوچولو کمکاری از سمت من بوده این چند وقته، یکم سرم شلوغ بوده، اما تا سرم خلوت بشه به موقعش حتما اون لایو هم کاراشو انجام میدیم. یه حرکت عجیب داشتیم از آخرین عضوهای لیبل چری که خب میدونیم فاندرش ناب آقای فدایی هست. اولا که اومد یه دیسترک به فدایی داد که واقعا دیسترک خیلی چنگی به دل نمیزد، اما یک همچین استوری هم گذاشت: اگه منم مثل شاپور فرزاد شبستان مشتری ویژه مهدیار آقاجانی بودم و جاخواب و مواد میدادم به اشکان فدایی، الان عضو ملتفت بودم. سهراب ام جی یک پستی تو کانال تلگرامش گذاشت اینجوری: 021 هم واسه اونایی که توشن، هم واسه اونایی که دورن. اینو که گذاشت یک فضایی توی فضای مجازی داشت شکل میگرفت اینجوری که او میخواد با رضا پیشرو صلح کنه، اما بعدش اومد یک وایس داد و توضیح داد. نکته جالب تر این بود که بعدها اومد یک پست دیگه هم گذاشت و گفت نگران قیام کردن افغانی های درون ایران هست. خب یک مسئله ای که یک کوچولو فکر کنم این روزها همه نگرانیم، به علتی که دو دسته هستن این مهاجران. یکیشون خب کسایی هستن که خودشون از اون فضا فرار کردن و دنبال جایی هستن که بتونن درست زندگی بکنن، و یه سری آدم دیگه هستن که مال همون فضا اومدن و همون کارهایی که اونجا میکردن و همون طالبان بازی و اینا، که واقعا فکر میکنم هممون نگران این مسئله هستیم. خب کلا ما دو دسته مهاجر داریم دیگه، یه سری آدما هستن که حالا یا خلافکار بودن یا هر چیزی گیر کردن، فرار کردن، رفتن و همچنان همون رویه رو دارن. یه سری آدم هم هستن برای پیشرفت، یک جای آرومتری میخوان که بتونن پیشرفت کنن. دسته دوم خب هر ملیتی باشه قابل احترامه، اما دسته اول هر ملیتی باشه خطرناکه و جا داره که اون ملتی که داره پناه و جا میده به این دوستان یکم نگران بشه. حالا امیدواریم که خیلی اوضاع خیت نشه. خلاصه بریم وایس های سهراب ام جی رو گوش بکنیم. راجع به این پیام بالا که تو اینجا گذاشتم توضیح بدم. یکم بعضی ها مثل این که نمیگیرن داستانو، میگن نمیم تو میخوای صلح کنی یا فیت بدی با فلانی یا نمیم چی. اولا که من تو جنگ با کسی نیستم آنچنانی، رپ گیم کلن جدی نگیرین خیلی، نه تو جنگم نه تو صلح، این اولش. دنبال کار و زندگی خودم هم که کارم بشه. بعدم این که من اصلا دنبال همکاری با کسی نیستم خیلی، اینم بگم. و اینکه یه جوری حالا دلم سوخته بود واسه کسایی که حالا به هر دلیلی نمیتونم بیان ایران، خواستم احساس قربتشون کمتر شه، وگرنه من دعوا و دیس و دیسکشی که شلوار هر چی خواستم تا حالا کشتم پایین، یه جوری که نکشته بالا خودش بعدش. واسه همین اینو یادتون نره، من اون سایدم همیشه هست. حالا الان یکم بزرگتر شدیم و به هر حال آدم پخته تر میشه و عاقل تر، ولی کلا از رو ضعف نگیرین چیزیو، اصلا خبرانی فدا مدا. محمد رضا شاه یک استوری گذاشت که خبر از قطع همکاریش با جناب آقای جعفری داده. این اولین باری نیست که با هم قطع همکاری میکنن، قبلها همین اتفاق افتاده بود، اما 6 ماه بعد دوباره با هم همکاری کردن، فکر میکنم بعد از آلبوم این جانب بود. اما نکته جالب تر اینه که پیج اصلی مهیار رو هم آنفالو کرده و به نظر میاد به همراه جعفری جناب آقای مهیار هم از این لیبل جدا شده. میبینیم با هم استوری شایر. رفیق رفقا چکرم، خواستم یه موضوعی رو بهتون بگم. خب من بعد از این همه سال همکاریم با حمید زجان جعفری دیگه شکل نمیگیره. برای ارتباط با من یه آیدی دیگر رو تو بیو پیجم گذاشتم که اینجا هم تگ میکنم، لطف کنید از این طریق با من ارتباط میگیریم. و اینکه یه ترک و یه موزیک ویدیو هم بستم که تا آخر این ماه میرسه خدمت. این مسئله یه نکته جالبی که داشت، طی یه حرکت زیرو تو نیوان کیدی جناب آقای اپیکور اومد تبریک گفت به شایع، هم یک وایس گذاشت تبریک گذاشت، هم یک استوری. و خب یه سری مشکلاتو از قدیم داشتن دیگه، اپیکور و جعفری احتمالاً سر هموناستی. آقا من تبریک میگم به معرضا شایع، امیدوارم که بقیه مسیر رو بهتر کنه. خیلی خوشحالم حالا به دلایل خیلی شخصی یا بخشم غیر شخصی که بقیه میدونن بابت این اتفاقی که براش افتاده، امیدوارم بهتره کنه بقیه را. میرسیم به عجیب ترین حواشی هفته که یه جوری بود، و اونم این بود که زیرو تون وانجی یه سری استوری گذاشت همونطور که دارید میبینید که نشان از این میداد که نمیدونم حالا دوست پسرشون بودن یا شوهرشون بودن، به هر حال دارن خیانت میکنن بهشون. بعدش هم چند تا استوری دیگه گذاشت که دارید میبینید اینور اونور، و یک فضایی که ایجاد کرده اینجوریه که خیلی‌ها دارن میگن این چه جوریه که شما
انقدر نزدیک داری فیلم میگیری، اونا هم دارن کارشون رو میکنن، خیلی اتفاقی نیست. بعضیا میگن حاشیه جدید برای موزیک ویدیو اینها، خیلی هم دارن همدردی میکنن. حالا نظر شما چیه؟ خب این بود از رپ حاشیه. قبل از اینکه بخوایم خدافظی کنیم، من یک پرانتز وا بکنم، اونم اینه که مطمئنم الان چند تا از رفیقها میان مینویسن که تو اگر داری نقد میکنی چون با یک سری سایت مشکل داری، اینا تو اون سایتن فلان و اینا. جا داره عرض بکنم که من هیچ سایتی به زیر لباسیمم نیست و اصلا برام مهم نیست چیزی به اسم سایت. تنها سایتی که برام مطرحه سایت حقیقته که عیارشو گذر زمان مشخص میکنه، اون موقع میتونید متوجه بشید و همین. حالا من کاری ندارم اگر بعضی دوستان سایت بازی میکنن، سر سایت بازی فقط بعضیا رو نقد میکنن اینا، ما اینجوری نیستیم. همونطور که دیدید از کسایی که عضو لیبل خودمون بودن، کسایی که نزدیکترین رفیقامون بودن، ما همیشه نقدا رو کردیم، همون نقدی که من به خود آرتیست میکنم اینجا هم میکنم به همین راحتی. اتفاقا وقتی دارم اینجا نقد میکنم زبونه یکم نرمتره، چون شاید بعضی از مخاطبا که تعصبیان اذیت بشن، ناراحت بشن دیگه. به هر حال یک سلیقه‌ای دارن و ناراحت میشن به آرتیست محبوبشون. آدم بخواد با زبون تند بگه، و زبون تند هم زبون نقد نیست. برای تاثیرگذاری متعادل باشه زبونه، حالا نسبت به اتفاقی که افتاده و شخصیت و کاراکتری که طرف داره. خلاصه این از این. به امید اون روزی که به اون فضایی تو مارکت برسیم که فضایی که باید. دمتون گرم است که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، see you soon.